پاسداران. ولی من این نکته رو اینجا عرض بکنم که این قانون که البته تبدیل به قانون میشه بعد از امضای رئیس جمهور، استعداد و توانمندی و ظرفیت بالقوه اونو داره که اولا تحریم های نفتی رو مجددا برگردونه به ایران و به رژیم ایران تحمیل بشه و مصابه آن چیزی که قبل از اجرای این توافقنامه برجام بود و هنوز لغو نشده بود. دیدیم که بعد از این که تحریم ها در آمریکا بالا رفت و اروپایی ها آمدن پشتش، انقدر شرایط تنگ شد که شرکت های نفتی جمع کردن بساطشون رو. شل تو همین توتال که اخیراً قرارداد جدید بسته، اینا بساط رو جمع کردن رفتن از ایران و این چیز هم الان پیشبینی شده که قرارداد جدیدی که توتال بسته با رژیم، درش این مسئله فورس ماژور انچنینی پیشبینی شده که اگر روزی یک همچین تحریم های نفتی به آمریکا کشید به تحریم های آمریکا کشید به تحریم نفتی کامل رژیم، تحریم نفتی حالا هر اندازه‌ای، باز همون شرایط پیش بیاد و پیشبینی شده که توتال رو راضی کردن که از محل دادن اینو. البته این رسانه رژیمی متعلق به توکلی الف هستش، اینو اون منتشر کرد چون متن قرارداد که چیز نشده که در صورت آمدن این فورس ماژور جبران هم میکنن اون ضررهایی که توتال کرده با دادن نفت خام دومین. بنابراین این مسئله الان مهمترین چیزی که در چشم انداز میتونه قرار بگیره مسئله بازگشت تحریم های نفتی است. من اینم اضافه بکنم در اینجا، قانون گذاران آمریکا از سال 1995 یعنی از زمان کلینتون پی بردن که اصلا گسترش تروریسم رژیم و فعالیت های تروریسم رژیم در پیوند تنگاتنگ هست با درآمدهای نفتی این رژیم. یعنی هر چه درآمد این بالاتر بره بیشتر میپردازه به این کارها در برون مرزها، بیرون مرزها و در درون مرزها. و قانون داماتوی که در اون سال تصویب شد اصلا برای مبارزه با تروریسم رژیم بود، ولی آمده توی این قانونگذاران آمریکا عنوان کردن که هر شرکت نفتی که در ایران بیش از 20 میلیون دلار در سال سرمایه گذاری بکنه مشمول مجازات آمریکا قرار میگه، چون سرمایه گذاری یعنی افزایش درآمد رژیم و افزایش درآمد نفتی رژیم یعنی افزایش فعالیت های تروریستیش. بنابراین میبینیم که پیوند تنگاتنگی قائل هستن و این که امکان بازگشت تحریم های نفتی هستش مسئله بعید نیست، ولی صبر میکنیم ببینیم که این طرح اجرایی خزانه داری اصولا چه سمت و سوی دقیقی خواهد گرفت. نکته دیگری که من باید همینجا عرض بکنم مسئله تنگنای روابط مالی و بانکی رژیم هست در عرصه بین المللی که هنوز هم در سطح بانک های بزرگ این موضوع برقرار هست و بانک ها نمیرن سمت واسطه شدن برای نقل انتقال معاملاتی که این با شرکت های اروپایی و چینی و غیره میخواد بکنه. این مسئله هستش دقیقا این تحریم جدید، تحریمی که برای جلوگیری از بی‌ثبات‌سازی منطقه در نظر گرفته آمریکا و تا چند وقت دیگه به قانون تبدیل میشه، این مسئله علل قاعده بانک ها رو با ترس بیشتری از مشمول شدن تحریم مواجه میکنه و تنگنا و فشار بیشتر در عرصه بین المللی و روابط با بانک ها برای رژیم پیش خواهد آورد. و حتی امکان این هست که اگر آمریکا جدی باشه بار دیگر بانک مرکزی رژیم رو ببره زیر تحریم و مشمول
تحریم قرار بده. مسائل متعدد دیگری هست، من نمیخوام وقت بگیرم، ولی من اینجا اجازه بدید به یک نکته اشاره بکنم که مجموعه این فشارهای تحریمی میتونه به اهرمی تبدیل بشه برای جلوگیری و یا به عبارت بهتر خروج نیروهای مسلح رژیم از منطقه، از سوریه، از یمن، از عراق و از لبنان، که بی ثباتی رو به طور مستقیم سوار سپاه قدس و سایر نیروهای سپاه که در منطقه مشغول هستن الان می‌کنه. این تحریم ها میتونه فشاری باشه برای خارج شدن این نیروهای رژیم از منطقه و برگشت ثبات به منطقه، که البته اگر در بعد داخلی هم اثرش بگذاره، خب این هزینه های کمرشکن سپاه که ایجاد کرده، که همش عرض کردم اتلاف منابع اقتصادی کشور هست، این هم جلوش گرفته میشه. یک نکته دیگر اینست که این تحریم ها، این تحریم ها وقتی اعمال میشه و به اجرا در میاد، عرصه رو بر رژیم چنان تنگ میکنه که میتواند تضاد درونی و درگیری درونی رژیم رو به شدت بالا ببره. ما شاهد بودیم، دیدیم وقتی درآمد نفتی کاهش پیدا میکنه، تبدیل میشه به یک بحران سیاسی، درگیری سیاسی در درون رژیم، این باند به اون باند که کمتر داره بهش میرسه از درآمد نفتی. بنابراین این مسئله و فشارهایی که وارد میاد میتواند عرض شود که درگیری درونی رژیم رو بالاتر به افزایش بده. و این نمایش ملاقاتی که روحانی اخیراً با فرماندهان سپاه داشت، یک حرکت نمایشی که اساساً اینا دو سیاست متضاد رو عنوان میکنن که دنبالش هستن، این نمایش هم دیگه نمیتواند تکرار بشه. بنابراین من میخوام اینو عرض بکنم که باید برای نجات مردم ایران، برای جلوگیری از فقر و بیکاری بیشتر و برای جلوگیری از اتلاف منابع اقتصادی کشور، خلع ید اقتصادی سیاسی کرد از سپاه پاسداران، و اصولا کشور ما به سپاه و بسیج و نیروی انتظامی این چنینی هیچ نوع نیازی نداره. امیدوارم که برسیم به اون روزی که خلع ید رو ببینیم و پشتش هم سرنگونی رژیم. انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما آقای حاج حمزه به خاطر توضیحاتی که دادید در این برنامه و تکمیل کردید در واقع وجوه مختلفی رو که ما امشب به بحث و گفتگو نشستیم. ما هم تشکر میکنیم آقای حاج حمزه، استفاده کردیم از توضیحات شما و انشاءالله که همچنان که پیشبینی کردید با توجه به ظرفیت این تحریم ها، این شریان های حیاتی این دیکتاتوری نامشروع هر چه زودتر قطع بشه و مردم ایران از شرش آزاد بشن. موفق باشید. درود بر شما. خسته نباشید. منم به سمیع خان تشکر میکنم با تشکر مجدد. شب شما بخیر. خب اجازه میدید من یک تماس دیگه رو هم بس بکنیم. شهرام، آقای شهرام گلستانه از کانادا رو همراه خودمون داریم، صحبتاشون رو بشنویم، بعد بپردازیم به تعدادی از سوالهایی که باقی مونده و در این فرصت زمانی که تا پایان برنامه داریم. سلام میکنم به آقای گلستانه، خواهش میکنم بفرمایید. آقای شهرام گلستانه اگر که هستید روی خط و صدای من رو میشنوید، خواهش میکنم بفرمایید. بله ظاهرا تماسشون قطع شده، انشالله بتونن مجددا تماس بگیرن در دقایقی که باقی مونده. آی تویدی، این به اصطلاح لایحه‌ای که تصویب شد، آیه قبادی هم اشاره کردن در صحبتاشون در تقریبا دومین سالگرد توافق اتمی برجام بود، در مورد پیامدهاش برای سپاه آقای قبادی گفتن، همین الان هم آقای حاج حمزه از جنبه سیاسی و اقتصادی توضیح دادن، پیامدهاش برای کل رژیم چه خواهد بود به خصوص بعد از این توافق اتمی؟ بله این سوال مهم سیاسی اتفاقا این تحریم هاست از بعد سیاسی، چون ببینید تحریم هایی که الان صحبتش رو میکنیم یک وجه حقوقی تکنیکی داره که همین جزئیاتی است که البته الان
مشروع و مفصل‌ترش رو وزارت خزانه‌داری مشخص خواهد کرد که چه جوری و چه موارد مشخصی رو اینا تحریم و محدود خواهند کرد. ولی در ورای این مسئله تکنیکی و حقوقی که البته نهایت اهمیت رو داره، به خصوص اگر بکشه به جاهایی مثل تحریم نفتی و تحریم بانک مرکزی و اینها، نمیخوام اونو کم اهمیت بکنم. ما در مورد این رژیم و وضعیتی که داره با یک مسئله سیاسی بسیار جدی روبرو هستیم، مخصوصا بعد از این انتخاباتی که رژیم داشته. رژیم در این انتخابات با یک بحران روبرو شد، یعنی به علت شکست خامنه‌ای رژیم از توی این انتخابات حالا ضعیف‌تر و ضربه خورده تر که اومد بیرون، هیچی بسیار شقه و تعبیر زهر شقه استفاده میکنیم، یعنی به نحوی نهادینه شده و ریشه داری شقه شد. این شقه یعنی چی؟ این شقه در اساس بر سر موجودیت و حفظ دستگاه هست. درست در همینجا ما با موضوع برجام روبرو میشیم. ببینید، برجام یا این توافق اتمی که در واقع کلید سیاسیش قبل از اومدن روحانی یا در آستانه اومدن روحانی توسط خود خامنه ای از طریق یه مذاکراتی در عمان با آمریکا به طور مستقیم قبل از پنج به علاوه یک، چون طرف اصلی تو برجام آمریکاست، درسته که پنج طرف دیگه هم اینجا هستن، ولی طرف اصلی آمریکاست. خود خامنه ای هم یه در صحبتش گفت. خب این برجام در واقع یه گزینه ای بوده، یک راه حلی بوده برای حفظ رژیمی که در گزینه قبلیش با شکست روبرو شده. ما صحبت از تعبیر زهر اتمی میکنیم یا الان اشاره به زهر شقه کردیم. ببینید، همچنان که خمینی میگفت جنگ برای رژیم ولایت فقیه آب حیات و مایه حیاته و اون رو با تمام قوا هم ادامه میداد و بقای رژیم و حفظ رژیمش هم در گروه همین بود، تمام کشور رو کوک جنگ کرده بود، در یه نقطه ای بر اثر سیاست صلح و بر اثر جنبش صلح و بر اثر ضربات ارتش آزادی، این مجبور شد اون گزینه و اون راه حل رو بذاره کنار و به قول خودش زهر بخوره. این زهر رو نخورد البته که بمیره، این زهر رو خورد، یعنی به نوعی که بتونه باهاش تجدید حیات دیگه ای بکنه. مثال زدم اینجا. الانم گزینه خامنه ای چی بوده؟ گزینه خامنه ای این بوده که با توجه به تجربه ای که از سقوط دولت قبلی عراق داشته و یا سقوط دولت لیبی و اینجور مواردی که قذافی و اینها، این برای حفظ نظامش مسلح شدن به بمب اتمی رو ضروری میدید و این گزینه رو پیش میبرد، این تضمین بقاش بوده. در اثر همین مبارزاتی که صحبتش رو کردیم، در اثر شکست این خط و مواجه شدن با همون تحریم ها و چیزهایی که بایش روبرو شد و افشای این مراکز توسط مقاومت، این در یه نقطه‌ای در یک شرایطی مجبور شد از در مذاکره و سازش وارد بشه و برجام رو به مثابه یک راه حلی برای بقای خودش وارد دستگاه بکنه. الان میایم به نقطه بعد از 29 اردیبهشت و انتخابات. رژیم بر سر این موضوع به شدت شقه است، به شدت شقه است. در این شرایط این تحریم ها اتفاق میفته. من برای که بحث رو کوتاه بکنم، جملاتی رو از حرف های آخوند علم الهدا، پدرزن آخوند رئیسی، نماینده خامنه ای و خان مشهد میخونم براتون، که در پاسخ به بعضی از مقامات دولت روحانی که میگفتن آقا این تحریم ها چیز جدید نیست، چیز مهمی نیست، از این تحریم ها زیاد بوده، یعنی حالا اینا این ورد رو گرفتن مثل احمدی نژاد، ولی این بهشون این جواب رو میده، میگه که مگه کم تحریم ها، این حرفاشه، سپاه رو تحریم کرد، گفت هر کس با اینها مرتبط باشه و هر کس به اینها کمک کنه تحریمه. اول جایی هم که در نقل و انتقال سرمایه در مسئله اقتصادی کمک به سپاه میکنه بانک مرکزیه. توان هسته‌ای رو زیر پای دشمن ریختیم، یعنی برجام رو امضا کردیم،
در این برجام توان هسته‌ای رو زیر پای دشمن ریختیم در این برجام که فقط یه دسته از تحریم‌ها لغو بشه. این حرفشه، این چیزی کمی نیست. بعد اضافه کرد دارین من اینجا نیاوردم، ولی بعدش میگه که این حرفا هم که من میزنم میان به من میگن چرا اینا رو میتونم از جمعه میگی؟ بیا الان به مسئولین بگو. گفت من تو نماز جمعه میگم گوش نمیدن، چه رسد که بریم خودشون بگن. خب این یه حرفه، در مقابل روحانی هم حرف داره، لاریجانی هم حرف داره. اونا میگن نه آقا، ما همون گزینه برجام رو باید بچسبیم. کیهان درباره این باز مینویسه، میگه آقا این که شما گفتین عین کلمشه، میگه برجام راه حل نبود، تله بود. پس ببینید این تحریم ها اومده خورده به راه حل حفظ رژیم، راه حل سیاسی حفظ رژیم، بر سر این موضوع اینا رو دوچار تنش کرده و در شرایطی که چاره ای هم جز ادامه همون راه نداره. یعنی من میخوام خلاصه کنم از ادبیات خود اینها، تحریم ها در یک نقطه ای راه حل رو تبدیل کرده به تله و دام، و الان این هیولا با این تحریم ها از نظر سیاسی به دام افتاده. این تأثیر سیاسی است، این دیگه بحث حقوقی نیست که این ماده یا اون بانک یا اون نهاد رو دارن تحریم میکنن. این اتفاق افتاده از وقتی که دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا و رئیس جمهور آمریکا به توافق سر این رسیدن، چون طرف حساب اصلی برجامن، چیزی رو وارد کردن که راه حل قبلی این رو که دولت اوباما به قیمت سنگین برای مردم ایران و 300 هزار کشته در سوریه به این رژیم امتیاز داده بود و برایش مجال بقا فراهم کرده بود، الان از حلقومش کشیده شده بیرون. این داد و بیداد ها به خاطر اینه. در یک کلام من خلاصه میکنم، تحریم ها برجام آخوندها رو که ازش میخواستن برای بقای خودشون استفاده کنن و پولا رو بگیرن و باز به کیسه بشار اسد برای کشتار مردم سوریه بریزن، بعد اسمش هم بذارن فعالیت فرهنگی ما میکنیم در سوریه. فعالیت فرهنگی بود، همدانی رفت اونجا کشته شد در حال فعالیت فرهنگی بود. خب برای این کار بکنن، این روش رو، این روش جنایتکارانه و ضد انسانی رو که برای به عنوان راه حل انتخاب کرده بود، الان تبدیل شده به دام و تله‌ای که توش افتاده دست پا میزنه. بله خیلی متشکرم. اجازه بدید تماس آیه شهرام گلستانه که از کانادا با ما همراه هستند رو بس بگیم، صحبتشون رو بشنویم، باز هم بعد از اون باز در خدمتتون خواهیم بود. سلام می‌کنم به شما، خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام خدمت شما آقای رفیعی و خدمت مهمانان گرامی برنامه آقای قبادی و آقای توحیدی. راستش تو این فاصله‌ای که من قطع شده بودم بسیار نکاتی رو که مد نظر داشتم فکر میکنم آقای توحیدی به حق بهش اشاره کردن، ولی قبل از این که هم یک سوالی داشتم مطرح بکنم هم یک نکته‌ای داشتم، واقعا میخوام این پیروزی بزرگ رو هم به مهمانان برنامه آقای توحیدی و آقای قبادی و هم به دستندرکاران این کارزار بزرگ از دوستانمون در امریکا تا خود در واقع اعضای مجاهدین در سرتاسر دنیا و شورای ملی مقاومت و هوادارانشون تبریک بگم. واقعا جای تبریک بسیار زیاد به همه داره و همونطور که آقای توحیدی اشاره کردن، بیش از بحث تکنیکی و بحث اقتصادی اون لرزه‌ایه که بر تمامی ارکان نظام انداخته. فکر میکنم در پاسخ به برخی سوالاتی که اینجا برخی دوستان مطرح کردن و آقا جعفرزاده البته به خوبی توضیح دادن در مورد روش ها و نوع نامگذاری هایی که به خصوص در امریکا صورت میگیره، که مثلا این نامگذاری به چندان مهم نبوده یا اون تحلیلی که مد نظر نبوده نیست، همین واکنش های امام جمعه های ریز و درشت رژیم تا خود روحانی تا تمامی سردمداران رژیم فکر میکنم حجت رو بر همه تمام کرده و واقعا شکاف رو به بالاترین نقطه و در بالاترین سطوح تا خود قاسم سلیمانی و تمامی فرزنداران سپاه که با روحانی رفتن از چه میگن از موضع خلاص ضعف مطلق دیدار کردن و به اینجا رسونده، واقعا پیروزی بزرگیه. اما یک سوالی که داشتم که آقای قبادی آقای توحیدی به هر حال توضیح بدن، رژیم تا چه اندازه میتونه از
شکاف‌های موجود بین کشورهای اروپایی با توجه به مسئله فقط سیاست مماشات نمیگم، مجموعه وابستگی‌هایی که به لحاظ انرژی نفت به رژیم دارند، یا به هر حال سیاست به طور واقعی سیاست مماشات و این اختلاف و شکاف بین کشورهای اروپایی و امریکا استفاده بکنه که برای خودش راه گریز و راه نفسی پیدا بکنه. آیا کشورهای اروپایی اگرچه سنتاً در حال در موارد جدی نظیر حال خود امریکا از اونجایی که بود اومدن پای این کار، آیا در این مورد هم چنین چشم‌اندازی هست یا رژیم به هر حال میتونه کمی با این شکاف و اختلافات بازی بکنه؟ منتظر جوابتون هستم و با تشکر از وقتی که به من دادید. بله تشکر میکنیم از شهرام عزیز، خیلی ممنون. آقای قبادی بفرمایید. سوال فکر کنم روشن، اتفاقا سوال ما هم بود که رژیم با توجه به اینکه روابطی که با اروپا الان دنبالش هست، این احتمال نیست که از این روابط بخواد استفاده بکنه و این تحریم رو خونسا بکنه؟ خب اینجا به دو تا موضوع باید اشاره کنیم، فکر کنم دو تا موضوع اصلا باید تفکیک کنیم، یکی خواست رژیم، یکی واقعیت. آنچه که نهایتاً پیروز خواهد شد واقعیته، نه خواست رژیم. یعنی منظور چیه؟ ممکنه که رژیم همچین انگیزه داشته باشه و سعی میکنه این بازی رو بکنه، بازی جدیدی هم از جانب رژیم نیست، چون بالاخره ته خط یه سری در اروپا تاجر مسلک هستند و سیاست بر اونها ابزار تجارته و ته خط پول. اما واقعیت اینه که جای زیاد محکمی برای قدم گذاشتن حتی برای اونها هم دیگه وجود نداره. برای اینکه بتونیم جواب واقع بینانه به این موضوع بدیم، حتی برگردیم به قبل از حتی این تصویب این تحریم ها. گفتم الان آقای تویدی خیلی خوب آدم فرید خیلی قشنگ توضیح دادن که بعد از تحریم بعد از برجام چه اتفاقی افتاده. من میخوام این موضوع رو از یک زاویه دیگری باز کنم، اونم موضوع وعده وعیدهایی که داده میشد و چشم اندازهایی که اون روزها دو سال پیش همچین روزی ترسیم میشد که در باغ سبزهایی که بالاخره یارم توی همین برنامه بحث کردیم الدورادوی قراره باز بشه و هم یک بازار بی‌نظیر رو نمیدونم 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری و بعد لیست هیئت‌های تجاری که میان و میرن و شرکت‌ها که بازشن فقط تسهیلات فراهم کنن تو ایران، درست؟ خب رژیم امیدش تو این زمینه اول به کی بود مشخصا؟ تو این زمینه به اروپایا دل بسته بود دیگه، چون فهمی کردیم دار پول نقد گیرش اومده، اروپایا رو تو این زمینه به خودش جذب میکنه و از اینا یک حامی سیاسی برای خودش در میاره. خب در عالم واقع چه اتفاقی افتاده؟ در عالم واقع در سال 2016 میلادی که الان آمارش موجود هست، ما شاهد افزایش تجارت بین رژیم و اتحادیه اروپا بودیم، این یک واقعیته، اما آمار ارقام بسیار گویاست. 8.2 میلیارد یورو اروپایی ها به رژیم جنس فروختند، 5.6 میلیارد یورو از رژیم جنس خریدند. یعنی یک موازنه خیلی واضح به نفع کی؟ اروپا. یعنی حدود 2.6 میلیارد یورو به نفع اروپا. ولی چه جوری؟ وقتی شما ریز میشین، چون آمارش رو یک مؤسسه در ارگان اتحادیه اروپا این آمار ریز 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 ثبت میکنه و ارائه میده سالانه، نشون میده که اروپایی رفتن جنس رو فروختن، پول گرفتن، اومدن بیرون. یعنی چی؟ یعنی هیچ سرمایه گذاری حاضر نیستن روی رژیم حتی قبل از این تحریم ها بکنن، حاضر نیستن هیچ امیدی به این رژیم ببندن. رفتن یک بازار نقدی ایجاد شده، خب پول نقدی ایجاد شده، دادن جنسشون رو فروختن، اومدن بیرون. خب اولین کسی که میدونه این جای سفتی برای پا گذاشتن نیست کیه؟ خود رژیمه، چون این که قابل ادامه دادن نیست، مستمر نیست. حالا در این زمینه فکر کنم بعضی مواقع در مطبوعات خود رژیم یه چیزایی می‌نویسن که خیلی گویاست. رژیم میگفت من نیاز دارم به خود روحانینا، میگفت چی؟ باید سرمایه بیاد، کار ایجاد بشه. اینا رو ده ها بار صدها بار شنیدیم. به قولی که الان توضیح قبلی دادن، این پروژه بود که به طور خاص باند روحانی می‌خواست با برجام مسئله سیاسی به قول خودش حل بکنه دیگه. این نسخه بود که اینها از یه زاویه بهش دل بسته بودن، خامنه‌ای از یه زاویه دیگری. اینا میگفتن اینجوری راه باز میشه با غرب، پول میاد، کار ایجاد میشه، خب بعد ما مثلا چه دست بالا رو تو رژیم پیدا میکنیم. به نوعی حرف از 100 میلیارد 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری بود، به زعم خودشون سالی 50 میلیارد دلار، سالی 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری میشه.
این چیزی که خودشون میگن حساب کرده بودن. اما دریغ از چی؟ واقعیت. در سال 2016 حسین سلیمی، این فرد کیه؟ رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی در اتاق بازرگانی. خب این کارش اینه دیگه. روز خبرگزاری ایسنا میگه این گفته آنچه که سرمایه‌گذاری شده در سال 2016، سال 2016 هم شاخصه، چون برجام از ژانویه 2016 دیگه چی شده؟ اجرایی شده. یعنی دیگه گفتن آقا به اصطلاح شروع شده به ماده عملی تبدیل شده. میگه آقا زیر 3 میلیارد دلار بوده به جای 50 میلیارد که انتظار داشتن و روش به اصطلاح حساب کردن، شده چقدر؟ زیر 3 میلیارد دلار. یعنی زیر چی؟ 6%. خب برای یک اقتصاد با این وضعیت سالی 3 میلیارد، 3 میلیارد دلار چیه؟ به کجا حساب، به کجاش میرسه؟ هیچ، در حقیقت هیچ. یعنی تمام این هیاهو گرد و خاک که حالا گشایشی میشد و سرمایه گذاری خواهند کرد، اینا مشخص همش دود دمه. شما عطف به این موضوع میگین که نه، من حتی میگم قبل از این تحریم، نه تازه قبل از این تحریم، قبل از این داستانا، این سال 2016 است، هنوز تحریم در کار نبوده، در دوران اوج و بروبروی برجام که همه کیسه دوخته بودن و که به اصطلاح گشایش خواهد شد، این آمار ما سال 2016 است. 2017 هنوز تمام نشده که آمارش مثلا موجود باشه که درست. حالا نکته جالب‌تر اینه، یه نفر دیگه از هم اتاق بازرگانی به نام مهدی پورقاضی میگه آقا 3 میلیارد هم نیست، میگه این دولت چیزایی هم که نسیه است چیکار کرده، پیشاپیش اومده رقمش اعلام کرده، یعنی این 3 میلیارد هم زیر سوال، زیر سوال نسیه است. این وضعیت میزان بود که اروپا تا قبل از این تحریم امید بستن به این رژیم و اینکه چه قابل سرمایه‌گذاری میدونستن. حالا بعد از این تحریما با این نگرانی‌ها، با این چشم‌اندازی عواقب ثانویه و اینکه هر کس با سپاه معامله کنه خودش ممکنه بره موجود تحریم قرار بگیره، ما راجع به چی داریم صحبت می‌کنیم؟ اینا در ته خط گفتم یا باید انتخاب کنم بین تجارت با سپاه و بازار آمریکا، و الان خودشون میگن، خود رژیم میگن، میگن بانک‌های بزرگ که پیشکش، بانک‌های کوچیک هم دیگه حاضر نیستن چیه با ما معامله کنن، به ما اعتبار بدن. یعنی این یک محاسبه کاملا آرزو و ایدئاله که خود رژیم هم میشه میدونه که نمیشه روش اصلا حساب باز کنه و دقیقا میدونه که روند تورات به شدت علیه اینه. میگم این من عمدن قبل ازش گفتم که ببینید قبلش هم خود اروپایی ها خود رژیم گفتن، میگفتن اعتماد نمی کنن، تضمین ندارن. حتی در مورد توتال که اینقدر رژیم بوق کرنا کرد، توتال گفته ما ریسک 1 میلیارد دلار رو میپذیریم، 1 میلیارد یورو رو میپذیریم در چقدر؟ در 40 ماه. که این واقعا یعنی هیچ برای شرکت میشه توتال. تازه با اون بندی که الان آقای حاج همزم اشاره کرد که اگر تحریم آمریکا جدی بشه، اینم رژیم باید قرامتش رو به توتال بپردازه. این بعد از این همه بوق و کرنا که توتال اومده گشایش میشه و راه باز میشه، این از توتال. بازم قبل از چی؟ این تحریما که اینقدر جامع هست و کامل. یعنی میخوام بگم خود رژیم هم میدونه که هیچ امیدی به اروپا نمیتونه ببنده و دل چیزی برای دل بسته وجود نداره. خیلی متشکرم، امیدوارم که آقای شهرام هم پاسخ سوالشون رو گرفته باشن. فقط قبل از اینکه ما به پایان برنامه برسیم، یکی دو تا کلیپ پیام هموطنان اون هست از خرم‌آباد و مشهد و مهاباد. من فکر می‌کنم که ببینیم و بشنویم این صحبت‌های دوستانمون از داخل ایران در ارتباط با تحریم‌های رژیم رو. فکر می‌کنم دیگه فرصتی برای طرح سوال دیگه‌ای باقی نمونده. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای رفیع، دست‌اندرکاران سیمای آزادی، مخصوصاً مهمانان محترم برنامه، برادران مجاهدم آقای تویدی و آقای قبادی، تبریک عرض میکنم و هزار تبریک بابت این پیروزی. این پیروزی رو به همه تبریک عرض میکنم، به همه مردم ایران، به نیروهای مقاومت داخل ایران، به خواهر مریم رجوی مخصوصا تشکر میکنم. خوشحالی خودم رو ابراز میکنم بابت این پیروزی. بنده مهران هستم، از مشهد با شما صحبت میکنم و اکنون این صحبت ها رو که دارم انجام میدم و شما روبروی حرم امام رضا هستم. واقعا این یک شکست بزرگی بود برای اخوندها که بال نظامیشون سپاه جنایتکر و قارتگر و قاتل
تو لیست تروریستی قرار گرفت. طی این 38 سال سپاه چه کارهایی نکرد؟